در یک سال گذشته بارها و بارها کارشناسان مسائل سیاسی جهان و برخی مقامهای های بین کشورهای مختلف نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار دادند. در واقع با بروز جنگ روسیه علیه اوکراین و طولانی شدن آن که به صفبندی هر یک از کشورها به نفع یکی از طرفین درگیر احتمال وقوع جنگ جهانی شدت بیشتر یافت. در این میان اما تحلیل های بسیاری از سوی رسانه های مختلف جهان منتشر شد که هر کدام از زاویه خود به پیامدهای وقوع جنگ جهانی سوم پرداختند همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. نشریه اینترنتی دنیای فردا با انتشار گزارشی نوشت نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم بر جهان حاکم شد در حال فروپاشی است. تنش ها بین قدرت های هسته ای یا به عبارت بهتر کشورهای مجهز به سلاح هسته ای در حال افزایش است و به نظر می رسد احتمال جنگ جهانی بیشتر از چند دهه گذشته باشد. کشورهای مختلف به اختراع و تولید سلاحهای کشتار جمعی ادامه میدهند. آن هم در شرایطی که دنیا شاهد جنگ های جهانی اول و دوم بوده که همین سلاحها در این دو جنگ در مجموع بیش از 60 میلیون نفر را کشتند. آیا جهان می تواند از جنگ جهانی سوم جان سالم به در ببرد یا اینکه به نوعی در آن کابوس پس آخر و زمانی که بارها و بارها بر پرده های سینما دیده این فرو خواهد رفت دنیای غرب ادعا می کند که برای زندگی تک تک انسان ها ارزش قائل است اما وقتی تاریخ بشریت را مرور می کنیم آمار میلیون ها سرباز و غیر نظامی کشته شده در چرخه بی پایان جنگ چیز دیگری می گوید آیا دنیا متوجه تعداد تلفاتی است که ملت ها به یکدیگر و بر خودشان وارد کرده اند؟ جنگ داخلی ایالات متحده باعث مرگ بیش از 630 هزار نفر شد. جنگ جهانی اول مرگ 10 میلیون نفر را موجب شد. در جنگ جهانی دوم 55 میلیون نفر کشته شدند. رفتارهای غیر انسانی انسان علیه انسان تاریخ بشریت را سرشار از نسل کشی و خونریزی کرده است. میلیونها نفر در جریان جنگ جهانی دوم در کامبوج و البته جنایات رواندا و بوسنی و کوزوا کشته شدند. شرایط جهان این روزها موجب مطرح شدن پیشگویی هایی شده که به وضوح حکایت از درگیری همه ملت ها در جنگ جهانی سوم می کنند. جنگی که می تواند به پایان جهان و به اصطلاح مذهبیون به کیهان کشی کامل منجر شود یا به بیانی دیگر مرگ انسان و زمین در واقع بعید به نظر می رسد زمین و زندگی بشری بتوانند از جنگ جهانی سوم جان سالم به در ببرند فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه